صاحبانم اسم شناسنامیش بوده سکینه، ولی پروانه صداش کرده. 1123 دنیا اومده، شناسنامه‌شو 3 شهریور گرفتن، ولی مادرش گفته نه اشتباه نوشتن، 15 شهریور دنیا اومدی. برای همین خودش همواره 15 شهریور روز تولد خودش میدونست. بعد از پروانه متولد شدم، فاصله سنیمون 3 سال بود، در یک خانواده مؤمن. پدرم آدم مذهبی بود، ولی آدم مذهبی خشک نبود. هیچ وقت پدر ما به هیچ کدوم فرزنداش نگفت که بلند شید وقت نماز فلان. اصلا ظاهرا در یه سربازی جایی میره خدمت میکنه که آشپزخونه بوده، به توسط آدمای حرفه‌ای اداره میشده و یاد میگیره انواع اقسام غذاها رو، یاد میگیره انواع اقسام دسرها رو یاد میگیره و علاقه‌مندم بوده، خودش هم دامپروری بلد بوده، این کار رو جدی میگیره و در تهران آروم آروم تبدیل میشه به یک کاسب، یعنی فروشنده بستنی. مرحوم پدر من از سال 1318 تو خیابان ولیعصر امروز مغازه داشته، مغازه بستنی فروشی. روپای خودش هم بوده از خیلی کوچیکی، پدر پروانه، به طوری که اینطور که خودشون تعریف میکردن از 7-8 سالگی تنها زندگی کرده بودن. دانشجوهای 1320 دانشگاه تهران اونجا مشتری بودن. مرحوم پدر ما خیلی خوش اخلاق بود، یعنی حسن رفتار ایشان بی نظیر بود. دانشجوها خودشون یه تابلوی به نام بستنی خوشمرام نوشتن، آوردن سردر مغازه نصب کردن و ایشان شد معروف به حسن خوشمرام. فامیلی ما کبودر آهنگی بود. وقتی میخواست وارد دنیای هنر بشه، اومد از پدرمون اجازه بگیره. پدرمون گفتش که خواهش میکنم اگه شما میخواید تو بادی هنر بری، با اسم شوهرت برو، شما دیگه فامیلی شوهرت رو میتونی داشته باشی. ایشان شد پروانه معصومی. اسم کوچیکش سکینه بود، ولی تو خونه از اول پروانه صدا میکردن و بعد با اسم معصومی وارد دنیای هنر شد. الان اینطوری شده که پروانه معصومی، سکینه کبودراهنگی، فرزند حسن خوشمرام. بعد از فوت پدر بزرگم بود دیگه، بعد از انقلاب اونجا رو فروختن، خانوادگی تصمیم گرفتن فروختن اونجا رو. درنچه پروانه خیلی بروز بوده، اهل خوندن بوده، شدیدا مطالعه میکرده. پروانه خیلی از نظر درسی باهوش بود، زرنگ بود، خیلی ریاضیاتش خیلی خوب بود. پروانه وقتی که دانشجو شد تو ایران، دانشگاه ملی البته، و زبانهای خارجی میخوند، یکی از دوستاش رفته بود خارج از کشور. معمولا دوستایی که در دبیرستان با هم بودن ادامه میدادن رابطهشونو. خیلی صمیمی بوده با خانم هما. همای حاتم خانوادگی دوست بودن. اون رفت به آلمان، ایشان هم خیلی تمایل پیدا کرده بود که بره، چون خیلی دوست صمیمیش بود. به شدت ناراحت بود. آقا جون اصلا دلش نمیخواست از بچه‌هاش جدا بشه، اصلا. پدرمون هم هیچ ایرادی نگرفت، گفت مشکلی نیست، شما میتونی بری اونجا ادام تحصیل بدی. ایشان رو فرستادن آلمان. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، مخصوصا برای من، چون ما چهارشنبه ها رو با هم میرفتیم سینما. دیگه مجبور شده بودم، جا به جا کرده بودم، به جای پروانه با یکی دیگه از دوستان میرفتم سینما. بیشترم این فیلم های نئورئالیسم ایتالیایی رو میرفتیم میدیدیم، خیلی دوست داشتیم فیلم های طنز و کمدی و اینا. اونجا که میره به رشته زیبایی علاقمند بوده و کار میکنه اونجا، یعنی میره دانشگاه. قشنگ من یادمه که نامه نوشت که یک کسی پیدا شده ایرانیه و خواستگار منه، که مرحوم پدرم گفت باید یه عکس ازش بفرست واسه ما. ولی پدر من چون عکاس بود، عکاس صنعت تبلیغاتی بود و نیاز به مدل داشت، پروانم تو مونیخ زیبایی خونده بود، از پروانه استفاده میکرد در عکاسیاش برای کارهای تبلیغاتی که بهشون سفارش میدادن، مدل میشد پروانه. پروانه یه نامه بر من داد که من یک کسی رو دوست دارم به نام مسعود معصومی،
بعد و این منو دوست داره، منم اینو دوست دارم. دلم میخواد آقا جون و مامان موافقت کنن، که آقا جون گفت البته که موافقت میکنم. بعد مادر مسعود معصومی با خاله مسعود معصومی، خاله بدری و خواهرش اومدن خواستگاری، اومدن خواستگاری خونه ما و گفتن اگر اجازه بدین این دوتا جوون اونجا ازدواج کنن. پدرم هم موافقت کرد، مامانم هم موافقت کرد و با هم ازدواج کردن. بعد از ازدواج اومدن ایران. مسعود اینجا آتلیه کم کم برقرار کرد و یه دوست آلمانی داشت که همکارش بود، آقای یورگن اگه اشتباه نکنم، از آلمان اومد که کمک کرد واسه راه اندازی آتلیه. و اولین عکس رنگی رو در ایران در آتلیه مسعود معصومی چاپ شد. قبل از اون عکس رنگی چاپ نشده بود، هنوز ایشون دکترای عکاسی داشت. گویا یکی از این دفعات که عکسش چاپ میشه، اتفاقا عکسش رو با گریم و تغییر چهره که سنش بالاتر بره، این وقتی چاپ میشه، گویا برخی از کارگردان ها، برخی از بزرگان سینما که اون موقع جوان بودن علاقه مند میشن به این چهره. اینجوری شروع میشه. بعد پرسان میفهمن که این مثلا همسر مسعود معصومی عکاس میشه. بعد اینجوری مسعود معصومی عکاس هم دوستان و معاشرینی داشته، از جمله احمد رضا احمدی، اینا در ارتباط بودن با هم دیگه، بهرام بیضایی. اینجوری شروع میشه این آشنایی هنرمندان با چهره پروانه توسط یه عکس تبلیغاتی اتفاق میافته. پروانه شوهرش هنرمند بود دیگه، بنیانگذار عکاسی تبلیغاتی بود. همون موقع پروانه، من گفت من خونه پروانه بودم، خونش خیابون زرتشت بود، خونه پروانه بودم، یه آقای اومد بهرام بیضایی بود. بعد من گفتم که پروانه این کیه؟ گفت این کارگردان. گفتم وا، گفت والا. گفتم بچه این شکلیه؟ گفت چه شکلیه؟ گفتم شبیه کارگردان ها نیست، کارگردان ها خیلی اهن و طلب دارن، کراواتی میزنن و پوشتی میذارن و کت شلواری میبوش. گفت نه بابا، این از اونا نیستش، این از من خواسته که فیلم بازی کنم. گفتم بازی میکنی؟ گفت آره، مسعود گفته بازی کنم. مسعود یعنی شوهرش. پروانه تو خونه که زندگی میکرد، یعنی در تهران، محله دانشگاه تهران، خونه قدیما اینجوری بود دیگه، قدیما مثل الان اتمیزه نشده بودن، آدم ها با هم زندگی میکردن، تقریبا همه چیشون همراه هم بود. اینا یه اتاق رو کرایه میدادن، مثلا یکی از اتاقاشون رو کرایه میدادن به یه زوج دانشجو یا به یه زوج جوان، یکیشون مثلا دانشجوه، یکیشون مثلا کارمنده، این حالت. و اینجوری دوستیاشون عمیق میشد. در ارتباط با همین آدمایی که تو زندگی مادر پروانه بودن، که به تبع اون پروانه هم ارتباط داشت باشون، یک خانم بازیگر بود، یک خانم بازیگر بود توی فیلم های فارسی بازی میکرد، خیلی هم زن سنگین رنگینی بود. این مشخصا میتونیم بگیم احتمال خیلی زیاد علاقمندی پروانه به حرفه بازیگری رو میتونیم بگیم از اون موقع پروانه میدید که چه جوریه، یعنی یه الگو رو داشت میدید، یه خانمی که واقعا از بازیگری داره پول در میاره، از طریق بازیگری خونه خریده، از طریق بازیگری زندگیش اداره میشه. پدر پروانه با پروانه شرط میکنه که میخوای وارد سینماشی، تصمیم گرفتی وارد سینماشی، من احترام میذارم به تصمیمت، ولی فیلم بازی نکن که مثلا آبروی ما رو ببری. این بوده شرطش، فیلم بازی نکن که به ما بی احترامی کنن به خاطرش. و پروانه به عهدش وفا کرد. واقعا چه پیشنهاداتی رو رد کرد به خاطر قولی که داده بود. خیلی مردانه رو قولش ایستاد. احمد رضا احمدی معرفیش میکنه، فیلمنامه رو براش نیست که تعریف میکنن، در برای رگبار دارم میگم، و اون
همکاری شکل میگیره به وجود میاد. من وقتی رگبار رو دیدم برای اولین بار با خانومی مواجه شدم که علارغم این که در سیستم سینمای اون روزگار وارد کارزار شده بود، دیدم که ایشون هم اصراری در مغازله با تن و بدن انسانی نداره و اصراری نداره که از زن بودنش بهره‌های زنانه ببره و به عکس اصرار داره بر این که در جایگاه یک اندیشه‌ورز قرار بگیره. اگر ما فیلم سینما رو با یه فیلم‌هایی مثل کلاغ یا سینما رو با یه فیلم‌هایی مثل ناخدا خورشید و فیلم‌های این چنینی در واقع شناختیم، وقتی نگاه بکنی می‌بینی که وجود با برکت و حضور هنرمندانه خانم معصومی تو این فیلم هاست دیگه. مهمترین چیزی که می‌شود درباره‌اش توجه کرد، یا لااقل نسل من، اونهایی که در واقع در دهه 70 تحصیلات جدیشون رو در حوزه فرهنگی از سر گذروندن، بنابراین طبیعتاً روزهای نخست یا سالهای نخست کودکیشون رو در دوران آغاز فعالیت پروانه معصومی تجربه میکردن، برای اونها یک چیز مهمه: پروانه معصومی از کجا شروع کرده؟ بعد غریبه مه بازی کرد تو اصاله و یه صحنه ای داشت که خسرو شجاع‌زاده باید لباس پروانه رو به تنش پاره میکرد و پروانه به من گفتش که من به بهرام بیضایی گفتم من با این صحنه موافقت نمی کنم. گفت آخه این بعد شب عروسیته و تو لباس سیاه تنته، عزاداری، این لباس پاره میکنه که تو رو از عزا در میاره. گفتم امکان نداره. بس یه راه دیگه پیدا میکنه. اون زیر پروانه یک لباس سفید پوشیده بود، یه لباس سفیدی که یقه بسته‌ای داشت و آستینش دیده نمیشد، دستاش تا اینجا بود دیده نمیشد و گفت بهرام میزایی گفت اوکی این درسته، قبول، این کار رو میکنیم، که موافقت کرده بود تو اشکال نداره اینطوری باشه. اینجا منار بازار صومعه سراس، این رودخونه هم پلنگ روده. ما سال 77 تصمیم گرفتیم از تهران مهاجرت کنیم، بر همین اساس اینجا قرار شده ویلا بسازیم. موضوع هم به این که نگاه کنید کنار رودخونه است و پروانه رودخونه رو خیلی دوست داشت. حالا بفهمید. خواهش. به مرور ما اینجا رو آماده کردیم. صدها کامیون شن ریختیم تا این جاده به این صورت در اومد. این درختار هم پروانه کاشته. این درختای آزادی که می‌بینید همه رو خودش کاشته. چند تا دونه درخت اینجا وجود داشت که مالکین زمین که 11 نفر بودن میخواستن بکننشون. من گفتم اگر اشکالی نداره اینا را قیمتشو بگید چقدره، پولشو من میدم که بمونه، که همین کارم کردیم. این درخت بزرگی که میبینید ناشی از اینه که نذاشتیم بکنن. خب این خونه رو که ما ساختیم دلیلش این بود که ما تهران اجاره نشین بودیم و این تنها خونه ایه که در واقع ما به عنوان جای فیکس و ثابت من در طول زندگیم تجربه کردم، چون همیشه اجاره نشین بودیم و پروانم خیلی اینجا رو دوست داشت، خیلی علاقه داشت به این خونه، چون وسط طبیعت بود، اونم عاشق طبیعت بود، عاشق گل و گیاه بود، مرتبم کارش کاشتن یا رفتن خریدن پیدا کردن گیاهای خاص و آوردن و کاشتن بود یا تکثیر گیاهایی که دوست داشت. اتاق پروانه است، دور تا دورش 270 درجه دید داره،
خیلی هم علاقه داشت به این اتاق. آقای احمد این کمکم کنید، این خیلی سنگه. این آلبوم ها خیلی جالبه، آلبوم هایی که آقای بیزایی هر فیلمی که پروانه با ایشون کار میکرد این آلبوم رو داد. این فیلم کلاغه، عکساشو فکر کنم عزیز ساعتچی فکر کنم بله آلبوم میکرد همه رو، خیلی تمیز و قشنگ میداد به پروانه. بعد انقلاب شد، پروانه بیکار بود، کار نمیکرد، تا اگر درست بگم همین تاتوره بود که بازگشت به سینما. بگه مواظب باشی گم نکنی. خدا خیرت بذارم. راستی خبرهایی شده نه؟ الان گرگو کجا؟ ما نمیدونم زرب جون. بعد از انقلاب با هم آشنا شدیم، شروع جنگ بود، تو اون شرایط بود. بعد ایشون خب یک بازیگر خیلی خوب مطرح و از جمله بازیگرانی بود که از قبل از انقلاب موندن تا بعد از انقلاب کار کردن، ادامه دادن، خاطر شخصیت جذابی که داشت. من از قبل از انقلاب فیلماشو دیده بودم ولی با ایشون نزدیک نبودم، به دلیل اینکه خب من تو سینما نبودم. ولی بعد که انقلاب شد و ما اومدیم توی سینما و ارتباط مستقیم با ایشون برقرار کردم، دیگه از همون موقع دوستی ما شروع شد. سال 1363 سرکار خانم مهوش شیخ الاسلامی که ایشون هم از دوستان خوب خانم معصومی بودن و مدیر تولید فیلم سینمایی و سریال آقای تقوایی تحت عنوان کوچک جنگلی بودن، ایشون به من زنگ زدن گفتن یه دقیقه بیا دفتر من. ما رفتیم دفتر ایشون، گفت من هفته دیگه میخوام برم پروانه رو ببینم، حالش خوب نیست و تو که اینقدر تعریف میکنی ازش منم بهش میگم اونم خاطر ببینه. خانم معصومی هم توی کوچک جنگلی حضور داشت. خوش آمد. سپند شد کس خون بخز گر حرم افغان بلند شد. جان زمان ظاهر میشه یک کسی که قرار بود که میرزا باش ازدواج کنه، ظاهر میشد از پشت مانع پارچه‌ای بین قسمت زنونه و مردونه توی یه هیئتی میرزا رو با کنجکاوی نگاه میکرد که بنا بود که زنش بشه. این صحنه رو میخواستیم فیلم برداری کنیم و این قدر متیقن بود، یعنی معلوم بود که اینو نمیشه که خلاف تاریخ تلقی کرد که بالاخره قرار بوده با کسی ازدواج بکنه، ولی حالا شاید بعداً ازدواج نکرده. بعداً هم توی اون فیلمنامه که نوشته شده بود و باقی مونده و دست ما رسیده بود که البته خیلی بازنویسی شد، ندیدم که صحنه ای باشه که مثلا این جریان ادامه پیدا کنه برسه به ازدواج یا مثلا بچه دار شدن اینها. بعد دیگه گل‌های داوودیه که خیلی گل کرد و جایزه گرفت، حتی داشت فیلم بازی میکرد تو شهرستان، نمیتونست بیاد جایزه ها رو بگیره. جایزه ها من رفتم گرفتم، یه روز بعدش پیش آقای صدر عاملی خیلی جایزه گرفته بود، یکیش هم جایزه پروانه بود. نقش خانم معصومی تو فیلم، همیشون هم مرحوم داوود رشیدی، آقای بیژن امکانیان، دوستانی که حالا بودن جلوی دوربین، الان خیلی مقتنم بود. من شمایلی رو که ایشون در گل‌های داوودی ارائه دادن، سال 92 نمایشی رو کار میکردم به قلم خودم که در تماشاخانه ایران شهر
بعد اجرا میشد به نام نام همه مصلوبان عیساست. اون موقع برای بازیگر خودم که خانم ناهید مسلمی بود، برای هدایتش عمیقاً و به شدت سعی کردم استفاده بکنم از شمایل و ریختار حضور خانم معصومی در فیلم گل‌های داوودی و موفق هم شدیم. بنابراین در ذهن من برای هدایت زنی در سکوت به عنوان مادری اثرگذار در ذهن مخاطب، به شدت شمایل خانم معصومی در گل‌های داوودی الگوی راسخی بود برای اینکه ناهید مسلمی در نام همه مصلوبان عیساست مادری باشه دلسوز برای ناصریه از کف رفته. اولین کاراکتری که من ازشون یادم میاد توی گل‌های داوودی بود که یک زنی، یک بانوی بارسته، نجیب، باوقار، مصمم و مدیر و مدبر. توی تمام آثارشون من این وجوهات شخصیتی رو از ایشون میدیدم. یک نرمش خاصی توی بازیشون داشتن که این نشان از تسلط ایشون بود. اون صحنه زندانی که دستش اینجوری با دست داوود رشیدی با هم دیگه مچ میکنن و تکون میدن و اینا، خیلی صحنه قشنگی. اصلا من دلم نمیخواد پروانه گل‌های داوودی بازی کنه. بهش هم گفتم پروانه تو الان 38 سالته، میخوای نقش گل‌های داوودی رو بازی کنی؟ نقش مادری پسر که میخواد زن بگیری؟ گفت چه اشکال داره، سینما هست. همون زمان و همین الان، حتی روزهایی که شاید بعضی از دوستان یه جورایی فراموش شدن خانم پروانه معصومی رو یه مقداری شاید بی انصافانه دامن زدن، افتخارشون بود که کنار پروانه معصومی یک عکس بگیرن. نقش یک زن ایلیاتی رو بهشون پیشنهاد دادم و شما پذیرفتن که در خدمتشون باشیم. و بیا خب واقعا جنگ بود هنوز، خب برحال فیلم تو ریسکا میگذاشت همش و خانم معصومی نقشه زن ایلاتی رو بازی میکرد که یه دختر بچه داشت. ایشون نقشه این رو داشتن که خانه ایل میخواد ایشون شوهر بده، چون بچه داشت این خانه ازش خواهش کرد که این بچه رو ببرش تو ایسکا به یه جایی بذاره پلو کسی نگه داری کنه و زندگی بگیر. من جز اخلاق و خوب، رفتار و خوب، کردار و خوب عرض کنم که اون چه که یک بازیگر حرفه‌ای رو ازش ما میخواییم رو از او داشتم. در اخلاق و کارش و اینا با دقت کامل جز دوبین وضوع پیدا میکنم، بدون ادا و اصول و بدون قرض زدن و نیغ زدن و قدم بد بود، چند دیر خوابیدن جام بد بود، اصلا این مباحث و این چیزا در وجود خانم نبود. خب پروانه تقریبا همه فیلم ها، یعنی فیلمی رو نمیپذیرفت بازی کنه مگر اینکه یک آنی داشته باشه و تو تمام فیلماش جایی بود که همیشه خودی نشون بده به لحاظ توانایی بازیگری. مثلا ناخدا خورشید از بهترین نقشای این بود، علیرغم که نقشش کوتاه بود ولی به شدت تاثیرگذار بود. یعنی به راحتی با اون جنس بازیش نمونه تسلط یک زن جنوبی رو نشون میداد به خانواده، به مردی که مثلا وقتی تو دریا بود هم ازش حساب می‌بردن ولی در مقابل این زن که می‌رسید چقدر کوچک و چقدر مطیع بود. فیلم ناخدا خورشید با اون بازی کم، ببین تقوایی چه بازی از این گرفت، چقدر پروانه خوب بود تو اون فیلم. خورشید اینجا چرا اومدی؟ شومت آوردم، یادت رفت داری؟ حواسم پرت، برگرد خونه. سب کن یه دقیقه، یه قد دل واپس نباش، بیام یه سفری هم مثل سفرهای دیگه. تنها نرو سمن، یه کمکی با خودت ببر. معلوم با من خوب کردی بردیش. هر دانه گفت بخواستم برم جلوی دوربین در زدن،
مثلا میخوام برم در باز کنم. تقوی گفت کجا؟ گفتم در باز کنم. گفت برقعت درست کن تو صورتت، یه خانوم باید به خودش برسه، برقع رو درست کن بعد برو. کریم مگه یکیتون بره در باز کنه؟ پاشو. مثلا سر فیلم توبا مقرر بود که یه سکانس بودیم دنبال بچهش میگشت، بعد این خیلی زنه خیلی آرزوها داشت، یه بچهش فروخته بودن، زندان بود، از زندان اومده بود بیرون، فیلم این بود. بعد این شوهرش بهش یه ساک میده، یه بچه کوچولو داشت، شوهره میگه من بچه نگه میدارم تو این ساکو برای آقای فلانی، این نمیدونه تو این ساک چیه، وقتی میره میگیرنش، میگیرن میکنن زندان، این دیگه بچه خبر نداره. حالا بعد از 7 سال از زندان اومده بیرون دنبال بچهش میگرده، نه شوهره هست نه بچه، دنبال اونا میگرده. بعد خیلی بهش خیلی ضعیف بود تو جامعه، میدونی چی میگم، یعنی همه جوره بهش فشار اومده بود. بعد یه سکانسیه تو فیلم که داره رد میشه، میبینه یه مردی داره با زنش دعوا میکنه، بعد داره به زن زور میگه و این میره جلوش، به جای زنش میکنه مرد رو زدن. بعد که تموم میشه میدیم تو ذهنش بوده همش، واقعا نرفت بزنه، ولی دوستش که این مرده رو بزنه، دوستش که. خب این یک کنسه بود که خود خانم معصومی داد سر صحنه دیگاره، خیلی کمک کرد به ما. شما نگاه بکن سریال امام علی رو، خب صداشون اگر اشتباه نکنم دوبله است، صدای خودشون نیست، چون خیلی از بازیگرات امام علی دوبله شده صداشون، با اینکه مثلا عموماً که حالا بسیار از اوقات صدای دوبله خیلی کمک میکنه در برجستگی بازی بازیگر، اما در ارتباط با خانم معصومی نمیگم دوبله چیزیه، اما چشم ایشون و نوع ارائه حس تو صورتشون ببینید در چشمانشون بسیار تاثیرگذاره برای من بیننده. اون سفری هم که به مصر میکنن، حالا قرار مالک بیاد بشه به صلاح حکم از حضرت امیر داره برای که بشه به صلاح حاکم یا امیر مصر، تو این سفره حالا جا به جا اون بازی ها هست، اما بعد لحظه ای که مالک اعلام چیز میکنه که مسموم شدم، حالا بازم چون به چشم اشاره کردم اونجا رو یادتون بیاد، چشمای ایشون رو، تمام نگرانی ها، تمام این چیزی که آینده محتومی که انتظار این بانو رو میکشه از اینکه بی معشوق خواهد شد، آینده محتومی که بی مالک خواهد شد، در چشمانشون همتو جاریه. مالک، سفر پرخطری است، هیچ کس اعتماد نکن، حتی هاجر. شاید اون یکی از کاراکترهایی بود که یه خورده متمایز کرده بود کاراکترشو نسبت به جهت اینکه به هر حال توی اون امام علی، آقای میر باقری، توی تمام آثارشون از بازیگر یک نوع بازی خاصی میطلبه، یک نوع بازی خاصی از کاراکتر میخوان که همون باعث میشه که منفک میشه اون کاراکتر نسبت به همه آثار دیگری که ظاهرشن. خب این هم ویژگی کار با آقای میر باقریه که به نظرم خانم معصومی هم خیلی خوب از پسش بر اومدن، خیلی مقتدرانه. سیمای شرقی خانم معصومی به نظرم خیلی مهمه، نمیخوام بگم ایرانی، کاملا یک چهره شرقی ده. ما چه در بازیگران زن چه در بازیگران مردمون، کسانی که به شکل مشخص چهره شرقی داشته باشن، نمیگم نیستن، اما تعدادشون پرشمار نیست، کم شمارن. چشم و ابروش هم خیلی چشم و ابروی ایرانی چیزی بود، چشم درشت و
ابروی پیوسته هم داشت که حالا وسطش به هم میداشتن. خیلی رو چشمش مسلط بود برای انتقال حس، برای انتقال شخصیت و نقش. چهرهش چهره سینمایی بود، توی تصویر خیلی خوب در می آمد. جنسی از بازی در نقش زن ایرانی رو ارائه کرده که کم نظیر بوده و افراد دیگر خیلی نتونستن این سلامت رو و این بریدگی و پیراستگی رو به درستی اجرا بکنن. ویژگی هنرپیشه به رفتار و کردارش بستگی داره دیگه. ببینید به اخلاقش بستگی داره. بعضی اصلا ادا در میارن اذیت میکنن سر صحن کارگردانو. من نشینم تا بگی نمیتونم. اصلا اینجوری بود توی مسافرخونه کار میکنم، طبقه دوم بود، اون بغل میلا رد میشد، خیلی جا خرابی بود، یعنی هر آن ممکن بیفته کرد. من گفتم میتونیم جای دیگه جوری دیگه هم بگیریم. من گفت نه ایزه بدین از همینجا مثلا بریم. ما اومدیم بگیریم، گیریم رو اومد گفتش که اینجا قرار بود گریه کنه. گفت خانم میخوای ما یه چیزی داریم تو گیریم، میگم فوت فوتک میزنی تو چش خودش عشق میاد. بعد گفتش که نه بابا فوت فوتک چی، صبر کن صبر کن یه دقیقه دو دقیقه. ببین این انقدر گریه میکرد که اون نقش روبروش هم روش گریه میکرد، یعنی واقعا گریه میکرد. یعنی ببین بازی می، یعنی اون در می آورد، بازی نمیکرد، در می آورد، اون حسه رو در می آورد. سینما رو خیلی دوست داشتن دیگه، با سینما خیلی علاقه داشت. دو تا عشق داشت، یکی پسرش بوده که سینما. باش تماس می گرفتن حتی برای دوبله، برای صداگذاری، برای خوندن فیلمنامه نظر بده، برای تئاتر خیلی زیاد باهاش تماس می‌گرفتم. خب منم در جریان قرار می‌داد دیگه، یا در جریان قرار می‌گرفتم. با خوندن فیلمنامه تصمیم می‌گرفت که اون فیلمیه که دوست داره کار کنه توش یا نه. میشناخت وقتی که میگفتی لنز چیه، میدونست با لاین شات بازی فرق می‌کنه، میدونست بسته است، الان نما بسته است، نیازی نیست انقدر ابروها و سر و صورت رو بازی بده، همون کوچولو جواب اونو میده. میشناخت، میدونست اون بازی تو لاین شات چجوریه، حالا کوچیکش تو مثلا فلان بسته اینجوریه. وقتی قرارداد میبست، یعنی وقتی قرار بود این نقشی رو بازی کنه، ما به عنوان اطرافیان میدونستیم که پروانه دیگه تقریبا دست نیافتنیه تا اون نقش رو اجرا کنه. خانم معصومی سرشار از تجربه حرفه بازیگری بود، با درایت در واقع به یک شناخت درستی از پیرامون خودش در همین جامعه بحران زده اخلاقی به ویژه بین همکاران خودش میرسه و میره سوی که در واقع سویست که خودش انتخاب کرده، میره سبک زندگی رو در واقع بنیان میذاره برای خودش که خاص خودشه، خاص بانو پروانه معصومی میشه. و جالبه این کار رو در مقطعی میکنه که در اوج شهرته، در اوج دیده شدنه، کاری که همه ما دوست داریم در واقع برامون اتفاق بیام. یکی از محاسن خانم معصومی که واقعا خدا بیامرزشون کار میکردیم، حالا جدا از بازیگری که واقعا برخلاف زمان فیلم کلاغ و فیلم رگبار بگیریم تا به امروز که فیلم‌های خاطر انگیزی رو داشتن و واقعا به یاد ماندنیه، کاری که سلا نقش خودشون ایفا می‌کردن در زمانی که واقعا اوقات فراغت بود خیلی یار و یاور کار بودن. خانم معصومه ترجیح می‌داد انتخاب کنه نقش رو تا اینکه انتخاب بشه. این همین ویژگی در یک بخش دیگه از شخصیت ایشون خودش نشان میده. انتخاب کرده به دلایلی، حالا دلایلش خودش میدانه و خدای خودش. من میتونم حدس و گمان هایی بزنم، اما حدس و گمان من که منطقا آن چیزی نیست که بتونم بگم الا و لابد به این دلیل ایشون همچین انتخابی کرده. شاید از بخشی از حواشی پرهیز میکرد، احساس میکرد اگر وارد بعضی چیزا بشه به ناچار حواشی به دنبالش میان، حتی او اگر بخواد از حواشی پرهیز بکنه حواشی به دنبالش میان. خانم معصومی اعتقادی به نقش بلند و کوتاه نداشت، باید اولا قصه خوب بود و اون شخصیته، حالا اون شخصیت اگر 10 تا سکانس بود یا 50 تا سکانس براش تفاوتی نمیکرد. علیرغم این که حضورش کم رنگ بود توی کار یا اواخر، ولی پیشنهاد کاری خیلی داشت، هر کاری رو کار نمیکرد، خیلی فیلمنامه و گروه خیلی اعتقاد داشت که هم گروه خوبی باشه هم فیلمنامه خوبی. خب پروانه با اون نگاه وسیعی که داشت، برای اینکه به همه چیز از بالا نگاه میکرد، هیچ وقت قشری فکر نمیکرد، هیچ وقت
خطکشی نمیکرد بین آدم ها، با هر کسی با هر تفکری با اون طوری برخورد میکرد که یه حالت دیزالوی داشت، یعنی کات مستقیم هیچ وقت نداشت، همین خیلی دیزالو بود توی این مسئله. مثلا یکی از بهترین دوستاشون قشنگ یادم احمد رضا احمدی بود، بعد جلساتی که با شاملو داشتن، بعد سپانلو، شبای شعرخوانی مثلا سپانلو بود، خب با بهرام بیضایی خیلی رابطه خوبی داشتن. حالا من شنیده بودم که یه سری مشکلات داشتن که اصلا اینطوری نبود، بیشتر شایعه بود که من خیلی رابطه خوبی داشتن. بعد چون یه بخشی از هویت فیلم‌های بیضایی پروانه معصومی بود، یعنی یه چیزشون به هم متقابل بود، یعنی پروانه با کار بیضایی کامل میشد، بیضایی با بازی پروانه به همین ترتیب. مثلا یادم زمانی که خانم رخشان بنی اعتماد فیلم خارج از محدوده رو میساخت، پروانه توش بازی میکرد مقابل مهدی هاشمی و خیلی ارتباط خوبی داشتن. من تو ذهن خودم از فیلم خارج از محدوده یک سکانسی هست که آقای مهدی هاشمی در حال به اصطلاح بیمار هستن، توی یه دوشک انداختن رو زمینشون خوابیدن، بعد توی این صحنه خانم معصومی قرار بود که از یک جایی به این در واقع به این وضعیت آقای هاشمی نگاه کنن. این نگاه خیلی مهم بود، نگاهی بود که در حقیقت باید حاکی از این باشه که آیا واقعاً بیماره یا اینکه خودش زده به ناخوشی، و این کاملاً توی حس چشماش بود و این از پلانی است که من از ایشون به خاطر دارم. دیگه از فردا تو این محله روز روشن باکشون نیست که حتی سر بندگان خدارم گوش تا گوش ببرن و هیچ کس هم جلودارشون نباشه. ای وای خدا مرگم بده، دیدی چه به روزمون آوردی حلیمی؟ افتخار اینو داشتم که توی سریال حضرت یوسف در معیتشون بودم، هرچند که با هم دیگه پارتنر هم نبودیم، ولی خب به هر حال توی یک پروژه مشترک با هم کار میکردیم، چند برخورد با هم داشتیم. این توفیق من نداشتم که توی پروژه دیگری با ایشون همکاری کنم، ولی خب خیلی خوب میشناختم ایشون از آثارشون. حتما نیاز نیست ما با آدم ها رو در رو خیلی رئالیستی بشینیم گپ بزنیم. یک نویسنده رو از آثارش، یک بازیگر رو از آثاری که ظاهر میشه، جنس بازیش، گفتگوش، بیوگرافیش رو میخونیم و خیلی المانهای دیگه ما داریم برای اینکه پی ببریم به کاراکتر و شخصیت واقعی اون شخص. مثلا نقشش خیلی کوتاه بود ولی به شدت تاثیرگذار بود. این همیشه فکر میکنم که به جای این زن اگر غیر پروانه کسی دیگه بود، این قدرت رو نمیتونست نشون بده به عنوان مادر یه پادشاه. من تلاش خود رو کردم ولی هیچ فایده ای نداشت. آمنهوتپ او را خیلی دوست دارد و به هیچ عنوان او را بر کنار و یا عوض نمی کند. علاقمند شد که فیلم بسازه و کار فیلم سازی را انجام بده. اولین کاری که کرد یه فیلم مستند بود درباره مراسم تاسو عاشورا در گیلان، منطقه‌ای هم که انتخاب کرد محل زندگیش بود دیگه. ما رفتیم فومن کار فیلم برداری رو انجام دادیم. حتی فیلم بردارش آقای قوامپور بود، اون موقع آقای قوامپور نبود، من انجام دادم. این فیلم مونتاژ شد و شبکه گیلان هم پخش کرد. کاری که ما می‌خواستیم بسازیم در مورد میرزا کوچک، شما اهل شهر گوراب سرمیخ بودیم و می‌خواستیم برای نهضت جنگل که توی اون شهر اتفاق افتاده بود یه کاری بسازیم و از خانم معصومی به عنوان یک هنرمند گفتیم که نظراتشون رو بگه، ولی کلیت کاریشون یه جمله گفتن که کلا ما موندیم دیگه اون کار رو نسازیم. ایشون به ما گفتن که شما چقدر تحقیق راجع به میرزا کوچک دارید، چه کتابایی خوندید،
در صورتی که مثلا ما شاید یک کتاب از کتابخونه گرفته بودیم و شروع کرده بودیم به این کار و ایشون شروع کرد و ما دیدیم که چقدر عقبیم و چقدر اطلاعاتمون کمه. ایشون شروع کرد در مورد جواهر همسر میرزا کوچک، در مورد خود شخص میرزا کوچک، اینکه چقدر در اون شهر مونده، اینکه تو ایام عزاداری ها میرزا کوچک چی کار میکرد و خیلی از مسائل ریزی که حتی مال نهضت جنگل بود رو ایشون ازش اطلاع داشت. میرزا کوچک اونطور که من استنباط میکنم درباره بیشتر هدفشون این بود که از مردم، کسایی که میرزا رو میشناسن، از خصوصیات روحیش، اینکه چه جور مردی بوده، در ارتباطاتش به چه شکل بوده، مردم اونو چه جوری تجسم کردن، چه جوری دیدن اونایی که باهاش در ارتباط بودن یا بهش نزدیک بودن، از این زاویه بود. برای همین آدمایی که باهاشون گفتگو میکرد فکر کنم همشون الان فوت کردن، هیچ کدومشون دیگه نیستن، ولی اون موقع توشون آدمی بود که قشنگ میرزا رو دیده بود و میشناخت. مشغله های مختلفی برای پروانه پیش اومد که این فیلم دیگه مونتاژ نکرد. پروانه معصومی تو متن مردم زندگی میکرد، سنتی، مؤمنترین و معتقدترین مردم ما به اعتقادات ایرانی اسلامی و کهنسال در این مناطق زندگی میکنند. تو خیابون امیرآباد روبرو دانشگاه خونش همجا بود. یه بار به من راجع به این دوتا شهید گفت، لبافی نجات گفت، شهید گفت. اون گفت شهید لبافی نجات، آدرس شکلش میداد، شهید لبافی نجات، شهید، و به شهیدش اعتقاد داشت. سلام. سلام علیکم خواهر، فرمایشی داشتی؟ من خاله یکی از بچه ها هستم، قرار بود امروز اونو ببرم خونه عمش. کلاسشون تعطیل نشده؟ چرا خواهر، همه کلاس ها تعطیل شده. ببینم اسمش چیه؟ حمید جمالی. آه، پسر آقای مهندس. بله. که ناراحتی قلبی بله. داره ها؟ حالش به هم خورد، بردیمش دکتر خانم. چرا حالش به هم خورد؟ نمیدونم، من سر کلاس بود که اینطور شد، ما مجبور شدیم ببریمش مریض خونه، با آقای مهندس هم تلفن کردیم. اونو کدوم بیمارستان بردن؟ همین خیابونو برید پایین، چهارمین خیابون دست راست. بله. وسط خیابون یه بیمارستانه، شهید لبافی نجات. خانم معصومی اگر نمازی میخواند قیل و قال نداشت، بی سر صدا، از نوع خودش، از جنس خودش، با معرفت جایی رو خلوت میکرد و کارش میکرد. خانم معصومی به دلیل اون معرفتی که داشت و اون شوری که، شعوری که در واقع داشت، شعوری که پسش حب دین و معرفت، حب دین و وطن بود، وقتی به شهدا، به ویژه شهدای گمنام میرسید، خب زانوی ادب جلوشون میزد، چون اونها جزء سلسله ای هستن که حب دین و وطن باعث شده بود که در واقع به مقام شهادت برسن، و این رو کسی که خودش این درک، این بینش و این شعور رو داشت، اینو میفهمید و از این زاویه به این شهدای گمنام نگاه میکرد، رابطهش یه جور دیگه بود تا داریوش یاری که برم اونجا و گلابی بریزم و دوتا گل بذارم و یه مراسم خواستگاری بخوام و یا یه هر چیز دیگه ای. او اصلا نگاهش چیز دیگه ای بود. یه شخصیت اعتقادی عجیبی داشت، شاید کمتر تو بعضی از هنرمندها دیده میشد. مثلا بارها شده بود توی یه سری جلسات، حالا یه سری مهمون ها که می اومدن تو خونه باش صحبت کنن، بارها می شد مثلا سر اذان ظهر یهو می دیدی ایشون معذرت خواهی می کردن که کار دارن، می رفتن و نمازشون رو می خوندن و می اومدن. شاید هم توی جمع نمی گفتن مثلا دارم میرم نماز. این شخصیت اعتقادیش یک شخصیت خیلی عجیبی بود. اون موقعی که مثلا یه مقدار حالشون بهتر بود، بعضی موقع مثلا می گفت که دیشب رفتم فلان روستا، یک منطقه اونجا هست به نام شنبه بازار، مرقد
یه شهید بزرگوار هستش. دیشب نماز صبح که چیز شد، موقع اذان رفتم اونجا. چه حال و هوایی. دانشجوی پزشکی 4 سال پیش تو مهران شهید شد. محمد گفته بود به راننده آمبولانس اگه شهید شدم جنازه‌مو به مادرم تحویل بدید. یه برادرم شهید شده، دلم نمیخواد چشم انتظار منم ببونه. این امیر مسعودمه، دوستاش بهش بگن عباس. رشید بود، خوش چهره بود، نه ترس بود، از هیچی نمی ترسید. بچه ها می گفتن گردان کمل، همه تشنه شهید شدن. جونم به فدات آقا، من 4 تا پسر دادم که اشک شما رو نبیدم. یه بار پیشش گفتم من اصلا مشهد نرفتم، گفت هیچ نرفتی؟ گفتم نه. تا اینکه خودش تصمیم گرفت ما را فرستاد مشهد. به یه پیرزنی برخوردم، گفت که من تا به امروز مشهد نرفته بودم و خانم معصومی 4 بار منو به مشهد امروز آورد. پدر دختری ما دادن در خونهش، یه نامه داشت، یه نامه دادن، یه عریضه داشتن اصلا به خانم معصومی دادن که یه کمکی کنه. حالا اون موقع تو اون مقطع زمانی که اومده بودن خانم معصومی زیاد برخورد خوبی، یعنی تحویلشون نگرفته بود اون پدر دختر رو. بعد خیلی اونا اصرار داشتن یه کمکی کنه، مشکلشون حل شه. بعد خواب میبینن، بعد فردا راه میفتن، اون نامه‌ای که داده بودن پیدا میکنن، تو خونه گذاشته بودن، بلند میشن میرن تو اون روستای دور افتاده ببینن این چه کمکی میخواسته. با ماشین خودشون راه میفتن میرن، ماشین خراب میشه، یه ماشین دیگه، با مصیبت میرسن یه روستایی که خیلی مسیر ناهمواری داشته. میرسن میبینن واقعا اتفاق، یعنی مشکل داشتن خانواده، کمک میکنه مشکل حل شه. بعد میرسن خونه تو بارون و سرما، میرسن خونه، بعد زنگ میزنن به گوشه خانم معصومی از طرف حسن موسی رضا، میگن که شما دعوتید، یه جشنواره هست، شما دعوت شدید که تشریف برید مشهد، مهمان امام رضا. خیلی اهل وطن بود. بعضی موقع گفتم چرا مثلا شما الان مثل خیلی های دیگه میتونید از این کشور برید و توی کشورهای دیگه تدریس کنید، توی کشورهای دیگه خونه زندگی خوبی داشته باشید. گفت هیچ وقت این کار رو نمی کنم. چرا؟ دلیلش چیه؟ گفت هیچ جا وطن آدم نمیشه، آدم ها تا از این خاک دور نشن نمی فهمن وطن یعنی چی. یک نوع علاقه و اعتقاد خیلی راسخ به ایران و ایران زمین و مردم ایران و همچنین انقلاب اسلامی داشتن و توی دستنوشته هاشون و حتی توییت های آخریشون که اگه شما نگاه کرده باشید که نوشتن و این مسئله رو گوشزد کردم. میگو من تو ایران که راه میرم پروانه معصومی هم با همه هم سلام علیک دارم. اونجا کیم من؟ هیچکی نیستم، همه نگاه ها بیگانه است. اینجا حتی اونی هم که دوستت نداره نگاهش آشناست، یعنی نگاه های آشنا رو چیز داره و خیلی عرق داشت به اینکه اینجا بمونه، به شدت خیلی کارا میکرد،
میگفت بالاخره وقتی آدم روش نمیشه خرید کنه، وقتی میبینه مردم دستشون تنگه آدم با چه روی خرید کنه، و کمک میکرد، واقعا از صمیم قلب کمک میکرد. شبای چله که میشد به کرات، یک بار که من اونجا بودم دیدم در این خونه رو بزنه بذاره، در اون خونه رو بزنه بذاره، در اون خونه رو بزنه بذاره، در گفتم پروانه تو خسته نشدی؟ میگفت نه شب چله است، بذار به همه یه چیزی برسه. داله فکر کنم 76 بود یا 5 بود یا 76 بود که به اتفاق رفتیم، همین همشیره همون هم زهرامون هم با هم بود، با هم رفتیم سوریه، یه سفر یک هفته ای سوریه رفتیم که من اصلا فکرش نمی کردم که در سوریه کسی ایشان رو بشناسه، و صبح برای نماز صبح می رفتیم حرم حضرت رقیه، وقتی برمی گشتیم نماز و دعا و مناجات و اینا تموم می شد، برمی گشتیم ساعتی بودش که بچه مدرسه یا داشتن حرکت میکردن که برن مدرسه شون. من از تو بازار حمید که رد میشدیم بچه مدرسه یا میتویدن جلو و میگفتن بربان معصومی، بربان معصومی، چون پی نمیتونم بگن عربا، بربان معصومی، میتویدن جلو دفتراشون از تو کیفاشون در میابردن بربان معصومی امضا کنه. ایشالله عروسی تو ببینم دختر. دیگه خسته شدم از بستن دور و جیگر گذاشتم، همه امشب محمد علی رو وادار میکنم جلوی همه مغور بیاد. برای تو هم دارم عروس گلم. خیلی ممنون زن داری. بریم تا بهت بگم. بیا بیا. فکر میکنم اواخر دهه 70 بود که ایشان همون تو همون ملکشون کار کشاورزی میکرد، حتی خودش پشت تراکتور میشست. یک دل درد ناگهانی و ادامه به حساب درمان، خلاصه گفتن بیماری بدیه و ایشان در داخل شکمش مشکل پیدا کرد، حتی شیمی درمانی هم شد. پروانه به شدت مریض بود، اومده بود خونه همین برادرم و خانومش، به شدت رنگش زرد شده بود و چشمهاش مریض بود. چشم آدم مریض دقت کنید بچه که تب میکنه از چشم میفهمن، مریض بود چشمش. اومد تهران و بردیمش دکتر رو، گفتم باید هیستراکتومی بشه. بعد خب من اصلا نمیدونستم که ممکنه مشکل باشه. بعد میدونم این خواهر کوچکترم فتانه که پزشکه خیلی به خودش میپیچه و اینا، وقتی جراحی کردن فتانه تو اتاق عمل بود، اومد بیرون و رنگی به روش نبود، این ماس شده بود. ما که سوار ماشین فتانه شدیم بریم بدیم برای چیز این چیه بیوپسی، فتانه سرش گذاشت رو فرمون و شروع کرد زار زار گریه کردن. گفتم فتانه چرا گریه میکنی؟ مشخصه چیه؟ گفتم چیه؟ سرطان. برگشتیم و پروانه رو بردیم تو اتاقش و به هوش اومده بود این حرفا. بعد بچه میدرمانی میشد. حالا دو تا قرارداد مهم داشت، یکی با آقای حاتمی کیا، یکی با آقای حسن فتحی. با آقای فتحی برای نقش مادر ملا صدرا و با آقای حاتمی کیا برای بازی تو خاک سرخ. خدای من ما چه بکنیم؟ این باید شیمی درمانی بشه. تازه علی‌رغم شیمی درمانی دکتر گفت اگر 4 ماه زنده بمونه، اگر 4 تا متخصص گفتن. شب اول که شیمی درمانی میشه اینقدر لاجون شده بود، اینقدر ضعیف شده بود پروانه که اینقدر مقرراتی بود و اینا، توی خیابون نزدیک بیمارستان دی نشست زمین و گفت نمیتونم، اگه میشه برام ویلچر بیارید. یادم میفتانه رفت ویلچر آورد، چیکار کرد یادم نیست. رفتیم تو برای اینکه بخواستن ازش اسکن بگیرن، باید یه مایعی رو هی میخورد. بعد از اسکن دیگه ما وقت گرفتیم برای شیمی درمانی، داروهاش هم گرفتیم و پرونه رو گذاشتیم تو ماشین رو بردیمش، البته سرش تراشیدیم.
گفتیم چون ریزش موات شروع میشه بهتر که نبینی، فروپاشی خودت نبینی، میریزه دیگه موات، اب نداره، عوضش در میاد. بعد رفتیم رفتیم شمال، نوبت دوم که شیمی درمانی تموم شد و سه چهار روز اولش گذشت و اینا، من نرفتم و پرفتانم نرفت. شب تا صبح گریه میکردم. شیش نوبت شیمی درمانی که تموم شد تموم نشده بود. شیش نوبت دکتر جهانی، بله، قرار دادش که کنسل کرد، خیلی غم انگیز بود. فکر میکنم سال 79 بود. من به واسطه شغل دومی که داشتم خدمتگزار حجاج بودم، اونجا دوستانی داشتم از جمله آقای سبتی صالح المعرفی، باقی داشت که باقی نخلستان و یه درخت خرمایی که به نام عجوه یعنی معجزه، اصل این درخت رو خود به دست مبارک حضرت رسول کاشته شده و این خرما توی باغ این آغاز بود، این درخت خرما، و تمام عربستان سعودی همه کسایی که مریض دارن میان ثبت نام میکنن دفتر ایشون که ما مریض داریم از این خرما میخوان. ما هر وقت میرفتیم اونجا به ما به قد 2300 گرم از این خرما رو هدیه میداد و ما همیشه داشتیم. بر حسب تصادف دو سه تا بیشتر دیگه از این خرما نمونده بود. من یه روزی رفتم پیش ایشان ملاقاتشون، گفتم که خواهر من یه چیزی دارم که میخوام شما از این استفاده کنی. که من دیشب یه خوابی دیدم، در واقع ایشان شبش خواب حضرت زهرا دیده بود، من داستان این خرما رو که گفتم، گفت بیار واسم میخوام، براش بردم، وضو گرفت و از این خرما خورد. سه تا دونه فکر کنم داشتم، سه روز ایشان خورد، فاتولی نکشید، کم کم آثار بیماری رفت بیرون. یعنی ایشان عمر دوباره گرفت از حضرت زهرا، شفا گرفت. بعد من ایام فاطمی بود و من نمیدونستم ایام فاطمی هست و خواب دیدم تو یک راهروی هستم بزرگ کمش سنگ و من سر سجاده نشستم نماز میخونم و صدای مردا میاد که میگن یا زهرا یا زهرا یا زهرا و من یک دفعه جیغ زدم یا زهرا. بعد دیدم که پسرم زد رو دوشم، گفت ماما خالم خوب شد. از خواب که پریدم تلفن کردم به فتانی، گفتم فتانی من همچی خواب دیدم. گفت وا خیلی ایشالله، ایشالله که خوب میشه. ساعت 10 صبح فتانه زنگ زد به من، گفت فهمیدی فاطمی است؟ به قول خانم برادرم میتونم بگم بزرگترین تسلی رو به من داد همین ترشت خانم که الان خونش مستین. به من گفتش یه فاطمیه، حضرت زهرا شفاش داد، یه فاطمیه هم بردش پیش خودش، دیگه این گریه نداره که، اینقدر بیتابی نداره که، ولی نمیشه. تو برو خونه، من میرم بلیط تو بگیرم. پرتون راحتی حدود 7-10 روز قبل از اینکه ببرمش بیمارستان نشستیم، روز خیلی خوبی بود، خیلی شاد بود. تخم مرغ که خوردیم، سفره که اومدم جمع کنم، گفتیم و من خواب پدر بزرگتو دیدم دیشب، خیلی از من راضی بود.
گفتم تو خوابشو زیاد دیدی. گفت این جور خوابشو اولین بار بود می‌دیدم. هم ازم راضی بود، هم خیلی شاد بود. من هیچ وقت اینقدر خودمو بهش نزدیک حس نکرده بودم. به همین وقتی من آی سی او وارد شدم، پروانه رو دیدم که براش لوله گذاشتن، داره با لوله تنفس میکنه، بازم تنگی نفس داره. اون نادر بود، همچین صحنه ای ندیده بودم. از اون نادرتر وقتی بود که نزدیک شدم بوسیدمش و دیدم رفلکسش هم خیلی کمه، یعنی هوشیاری کاملی نداره. این سخت در این قسمت بود. ما داریم یه فیلم می‌سازیم درباره همین ماجرای غزه و یه پیرزنی که واقعا حماس بردتش توی تونل، تو اون روز 7 اکتبر بردتش توی تونل، بعد بعد 15 روز تقریبا به زور پسش دادن به اسرائیلیا که حاضر نبودن پس بگیرن. داستان همین 15 روزه، یعنی از 7 اکتبر تا رفتن توی تونل ها و بعد برگشتن، و اینکه خیلی حماس باش خوب رفتار کرده و این خانم هم خیلی چیز شد دیگه، ویدیوهاش منتشر شد که موقع خداحافظی با حماس خیلی مهربانانه خداحافظی کرده. بعدم توی مصاحبه که برخلاف نظر صهیونیستا بخاطر اینکه لایو پخش شده بود، یعنی زنده همون موقع یکی از دوربینا داشت پخش میکرد، دیگه نتونستن جلوشو بگیرن، خیلی منتشر شد. ما داستان اینو داریم می‌نویسیم. البته خب حالا اسم رو ممکنه عوض کنیم، ولی بر اساس ماجرای واقعی همین یوخاوت شفیلدز که همین پیرزن هولوشه مثلا 84-85 سال است. و موقعی که من داشتم فکر میکردم که با کدوم بازیگر کار کنیم این کار رو، با علی قائم مقامی که تهیه کننده این کار قرار بشه داشتم صحبت میکردم، او پیشنهاد کرد، گفت پروانه معصومی. من خب میدونستم که پروانه معصومی حدود 78 سال 79 سالشه و خیلی میترسم از اینکه مخصوصا این صحنه‌های اینجوری که فیلم اکشن در واقع که قرار است که با یه پیرزن اتفاق بیفته، یه صحنه‌ای داره که رو موتور فراریش میدن میبرن توی نوار غزه، یعنی از حصار رد میکنن میبرن توی تونلا و اینا، و در حالی که هلیکوپترهای اسرائیلی هم دارن تیراندازی میکنن و اصلا چیزه به اصطلاح یه هنگامه ایه که خودش میگه از جهنم عبور کردیم تا رسیدیم اونجا. بنابراین شک کردم وقتی که گفتم که ولی من میترسم مثلا از رو موتور یه وقت حتی یه زمین خوردن کوچیک هم که باعث شکستن لگن بشه مثلا، دیگه یعنی ما کشتیم دیگه خانم پروانه معصومی رو، ما کشتیم دیگه، درست بشو نیست، چون اینجور شکست دیگه تو اون سن و سال دیگه درمان نمیشه. بعد گفتم حالا بذار استخاره کنم، استخاره کردم، خوب اومد، خیلی خوب اومد. آخرین سکانس فیلمونه فیلم برداری میکردیم، سکانس انفجار بود و یه تعداد زیادی حدود 400-500 تا هنرور داشتیم، هنرورهای نظامی، بعد انفجار و جنگ و اینا بود. تو ساعت 4:35 بود، نهار نخورده بودم اصلا، بعد چون نمیرسیدیم باید قبل از اینکه آفتاب بره باید این سکانس رو میگرفتیم. بعد تقریبا تموم شد، یه نفر از بچه ها اومد این خبر رو داد، من بلند بلند خندیدم، گفتم چی داری میگی؟ الان شماره رو میگیرم، شماره شو میگیرم و گذاشتم رو اسپیکر موبایلم رو، الان خودش گوشی رو برمیداره. گفتم که باشه، تو تماس بگیر صحبت بکن، منتها من هنوز خیلی میترسم، تا حالا صحبت کن ببین که مزید دهن خودش چیه. و یکی دو روز بعد علی گفت که من باش صحبت کردم، گفت نه من اصلا دیگه نمیخوام فیلم بازی کنم و سینما رو کلی بوسیدم گذاشتم کنار و اینها. بعد مثلا یه روز دوباره علی بهم گفت که حالا شما خودت باش تماس بگیری شاید نظرش عوض بشه و اینا. یعنی این جریان مثلا از موقعی که علی قائم مقامی پیشنهاد کرد که خانم معصومی چطوره و تا موقعی که من بالاخره به فکر این افتادم که حالا من خودم تماس بگیرم و اصرار کنم و اینا، مجموعه فکر نمیکنم بیشتر از یک هفته شد. و همون روزی که دیگه من داشتم فکر میکردم که حالا یه بار دیگه استخاره کنم، یه خود فکر کنم ببینم شاید بشه این کار رو کرد، چیز کردم دیگه، خبر شنیدم که خانم معصومی از دنیا رفت.
بعد شمارش رو گرفتم، تلفن اینجوری کردم بین بچه ها همه توی بیابون، توی اهواز، بیابونه اطراف اهواز. بعد زنگ خورد، گفتم الان بر میداره، الان بر میداره. بعد همینجور زنگ میخورد، زنگ میخورد تا اینکه قطع شد. بعد دیگه همه متفرق شدن، سرشون انداختم پایین، متفرق شدن و آنم زدم به بیابون. بر نداشت گوشش. و اصلا انتظار نداشت. این آن بشینم، گفتم این بازیگرهای خوشگل فیلم های کوراساوا شدی. 3-4 روز قبل از اینه که بره بیمارستان رفتم پیشش، حسن زنگ زدم، دیدم داره گریه میکنه، خیال کردم داره میخنده. گفتم خب، فکر کردم خیلی یه چیزی خوشحاله. گفتم خواهر داری میخندی؟ گفتم نه داداش، درد دارم، دارم میمیرم، درد دارم، عوار میزن. من گوشی رو قطع کردم، فوری رفتم، فوری حرکت کردم، رفتم رسیدم اونجا. خیلی ناراحت شده بود از اینی که بروز داده به من که اینقدر ناراحته. خب نه الحمدلله الان بهترم، تو که اومدی خیلی بهترم. پس روز قبل از فوتش دیدمش دیگه، ندیدم. معلومم نه خواهرش رو دیدم، نه نیما رو دیدم. اصلا هر کاری میکنم احساس میکنم توانش رو ندارم. مثلا نیما رو اصلا نمیتونم نیما رو بدون مادرش مجسم کنم، یا مثلا خواهراش رو بدون حضور پروانه ببینم، چون من همچه با پروانه میرفتم پیش اینا. اصلا نمیتونم، یعنی برم دیدنشون مثلا نمیتونم. خیلی سخت. میدونی آدم ها وقتی که عزیزانشون میرن یه بخش اعظمی از وجود اونا هم میره، با اونا میره زیر خاک. و اصلا من فکر نمی کردم توی با این سن و سال این اتفاق اینقدر تأثیر عمیق بذاره رو وجود من. یعنی واقعا خیلی سنگینه برام. من خیلی چیز رو از دست دادم تو زندگی، چون لازم مادی، معنوی، خویشاوندی، ولی این خیلی تأثیر گذار بود، خیلی سخت بود، خیلی غافلگیر شدیم، خیلی خیلی سریع و عجیبه دیگه، خیلی عجیب. چون پروانه ما هر دفعه همین عید امسال اصرار کردیم اتاقتو بذار گردگیری کنیم، میگفت نه، صدای جاروبرقی اذیتم میکنه. گفتم هایپر ویجیلانس بود. پروانه که منتقل شد بیمارستان، ما دیدیم فرصت خیلی خوبیه اتاقش رو تمیز کنیم که برمیگرده تمیز باشه، و این کارو کردیم، گردگیری کردیم حسابی، تمام اشیا رو تمیز کردیم، ولی خب دیگه بر نگشت. توی قبرم خودم جابجاش کردم، تلقیهش خودم گفتم، خودم جابجاش کردم. چون خیلی دلش میخواست که من این کارا رو واسش بکنم. ایشالله که با اولیا انبیا محشور بشه، خدا ازش راضی باشه. برای تمام لحظات، ساعتها، روزها و چیزایی که با هم بودیم بعد دست دادیم خیلی دلم میسوزه، خیلی. 25 سال فراق. بعضی وقتا که با هم با تلفن صحبت کردیم گفت امان از فراغ، امان از فراغ، امان از فراغ.
بیشتر از ما اون طلاق حساب. ز چشمم لعل رمانی چو میخندد میبارد، ز رویم راز پنهانی چو میبیند میخواند. سال شما مبارک، حالتون خوبه؟ گوش خدمتتون الان میدم، گوش رو خیلی میدم، مرسی. سال نوت مبارک، قربونت دارم. خوبی؟ تشکر میکنم تو هم همین جور اون چقدر خوشحالم کردی به مماینا به حق خواهشتم، به همه تقریب سال نو رو بودم خیلی بیدیم خواهشتم، قربونت دارم. بسرم این خوبه، آره آدم بوده یا آنیم بودیم برو بیدرم، 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 برو بیدرم.